در دور اول طالب سقوط کرد، من 17 سال داشتم و از مکتب فارغ شده بودم و تصمیم داشتم برم به دانشگاه و بعد رفتم ادبیات خواندم، لیسانسم هم ادبیات خواندم، ماستریم هم و بعد دکترای من. کابل برگشته بودم برای در واقع نوشتن تزیسم که طالب دوباره برگشت. مهاجرت اجباری، تبعید اجباری نقطه پایان تمام حیات اجتماعی شما است و من هرگز این مهاجرت نام نمیگذارم، به این جهت که من هرگز خودم نخواستم بیام. من تبعید شدم، من چون خانه من گرفتن، چون کار من گرفتن، چون مملکت من گرفتن و من فقط برای اینکه زنده بمانم فرار کردم از اونجا. سقوط طالب این بار سقوط صرف یک نظام سیاسی نخواهد بود، یک رژیم به نام امارت فرو بپاشه، بلکه تأسف و نومیدی من این است که این سقوط این بار یک فروپاشی به نام یک فروپاشی جغرافیایی است که منازعات قومی و منازعات مذهبی به اوجش رسیده و این ظرفیت در حال حاضر پیدا کرده که انسانهای ساکن و سرزمین بر مبنای قوم و زبان و بر مبنای مذهب و دین و غیر دین درباره آینده سیاسیشان تصمیم بگیرن. 20 سال گذشته، یعنی زمانی که طالب سقوط کرد، من اولین کار من با یک مجله به نام سبا شروع شد و تقریبا هرچه رسانه و تلویزیون در افغانستان فعالیت داشته، یعنی به طور اوسط شاید حدود 70% ما در اینا همکاری داشتیم. به طور مطلق چیز دیگه ما به نام آزادی بیان و آزادی رسانه و آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در رژیم به نام رژیم طالبان نداریم. از ما 5 عنوان کتاب تا به حال منتشر شده، 3 دفتر شعر است، 2 رمان است و بقیه مقاله ها و نقد هایی که در زمینه ادبیات و مطالعات فرهنگی بودند.